روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی همراه ماست. آقای رحیم‌پور، در این مدت خب اعتراضات دانشجویی ویژگی‌های خاص و ممتازی داشته که همیشه درباره‌اش صحبت شده، اما تا حالا بارها دیدیم که اعتراضات روزانه شب‌ها در خوابگاه‌های دانشجویی هم تکرار میشه. چند بارم به خوابگاه حمله کردن، از جمله دیشب که به یک خوابگاه در اصفهان حمله بردن نیروهای امنیتی. چرا هرچی فشارها رو بیشتر می‌کنه حکومت، این دامنه اعتراضات دانشجویی هم بیشتر میشه؟ بخش قابل توجهی از دستگاه حاکمیت در دستگاه امنیتی و دستگاه سیاسی قبل از آغاز سال جدید تحصیلی دانشگاه ها معتقد بودند که دانشگاه ها با شرایط موجود نبایستی بازگشایی بشن. تلقی اونها این بود که شروع فعالیت دانشگاه ها باعث میشه که هم عمق داده بشه به اعتراض ها و هم تداومش رو استمرار ببخشه. پیشبینی درستی بود، تلقی درستی بود، به دلیل اینکه تحولات اجتماعی دانشگاه‌ها کانون‌های فکری و استراتژیک جامعه محسوب میشن. اون اتفاق افتاد و با اضافه شدن دانشجویان و استفاده کردن اونها از محیط دانشگاهی برای نشون دادن اعتراض‌ها و همراهی با مردم معترض و پیوندی که بین دانشگاه و خیابان رخ داد، عمق بیشتری پیدا کرد اعتراض ها و در نتیجه رفته رفته مرکز توجه و کانون توجه اعتراض ها در جامعه شد. با این وضعیت، با توجه به پیوندی که ما بین دانشگاه و جامعه هست، تا زمانی که وضعیت سرکوب، وضعیت امنیتی، وضعیت خشونتبار در واقع سرکوب در جامعه وجود داره، قاعدتا دانشگاه ها خودشون رو از جامعه جدا نخواهند دونست و در کنار جامعه و در کنار مردم معترض به اعتراض های خودشون ادامه میدن، همچنان که تا الان ادامه دادن و دیشب هم که دیدیم کار به جایی رسید که به خوابگاه دانشجویی دانشگاه اصفهان حمله شد، تیراندازی شد، گاز اشک‌آور پرتاب شد، بمب صوتی پرتاب شد در دانشگاه جندی شاپور، در دانشگاه آزاد آبادان، در دانشگاه سنندج. همچنان این اعتراض ها ادامه داره و دانشگاه و مردم جامعه در کنار همدیگه دارن اعتراض ها رو دنبال. بله، همونطور که میدونید حالا در پیوند دانشگاه و خیابان که شما بهش اشاره کردید، میبینیم که شعارهایی که در دانشگاه ها داده میشه در کوچکترین شهرها و شهرستان های دور دست از تهران هم شنیده میشه. شما این پیوستن شهرها و روستاهای کم جمعیت به خیزش انقلابی رو که در دو روز گذشته داره مدام اتفاق میفته چطور ارزیابی میکنید؟ به طور واضحی ما با ارتقاء سطح خیلی واضح و مشخصی از همبستگی و همدلی در بین مردم مواجه هستیم. اجازه بدید که عرض کنم که نه فقط در شهرهای مختلف ایران، بلکه در گوشه کنار دنیا، در اقصی نقاط دنیا، تمام ایران در بین ایرانی ها یک ارتقاء همبستگی و همدلی شکل گرفته. این همبستگی و همدلی همون عاملی هست که باعث شده در کنار هم دیگه قرار بگیرن در جهت یک امر اجتماعی. این مردم سالهای سال، دهه ها نتونسته بودن به صورت خیلی مشخص و مفیدی در امور اجتماعی و سیاسی کشور مشارکت داشته باشن، از مشارکت جمعی مفید و مثمر ثمر محروم بودن. الان تنها زمینه‌ای که پیدا کردن تا مشارکت کنند، مشارکت مؤثر بکنند، در کنار هم قرار بگیرند، این اعتراض ها هست. برای اینکه بتونند این اعتراض ها رو همراهی بکنند، برای اینکه افزایش تداوم و دامنه رو در اعتراض ها داشته باشیم، عاملی احتیاج بود که اینها رو کنار هم قرار بده. اون عامل همبستگی و همدلی هست که مرتب در حال افزایش و ارتقا هست. همین دلیل هست که شما در شهرهای مختلف، در نقاط مختلف، در روستاها، چه در شهرهای کوچک، چه در شهرهای بزرگ، در روستاهای کم جمعیت و پر جمعیت، شاهد حضور مردم در خیابونها برای اعتراض ها هستید. این اعتراض ها منصه ظهوری هست برای درخواست اونها برای مشارکت جمعی، مشارکت اجتماعی و مشارکت. و آقای رحیم‌پور، همزمان نقاط عطفی هم در خیزش انقلابی اتفاق میفته، از جمله همین دو روز گذشته که دیدیم شاهد بی‌سابقه ترین موج اعتصاب گسترده و سراسری بودیم. فکر می‌کنین که مردم با پاسخ به فراخوان‌ها و به صورت خودجوش وقتی چنین اعتراض‌هایی می‌کنن چه پیامی به حکومت می‌فرستن؟ یک نکته بسیار مهم این هست که تحولات
این دو روز اخیر به امروز که روز سوم هست به خوبی نشون داد که مردم وقایع گذشته رو فراموش نمی کنند. یادبود کشته شدگان آبان 98 به صورت واضحی توسط مردم انجام شد، یاد اونها گرامی داشته شد و به همین مناسبت، یعنی همزمان شدن سالگرد آبان خونین 98 با اعتراضات کنونی منجر شد که باز هم کنار هم دیگه جمع بشن و اعتراض بکنن. یعنی اینکه از اون کشتار، از اون سرکوب نترسیدن، یعنی اینکه هراسی از اون مدل سرکوب‌های خشن و وحشیانه در مردم وجود نداره، بلکه مهم خواسته های اجتماعی اینها، خواسته های سیاسی اینها و مطالباتی هست که به شدت در حال افزایش پیدا کردن و گسترش است. متشکرم از حضور و توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی.